گروه های حقوق بشری از اتحادیه اروپا می خواهند که سیاست جدید مهاجرت و پناهندگی را کنار بگذارد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. بیش از 90 گروه حقوق بشر و بشردوستانه از جمله عفو بین‌الملل، شورای پناهندگان دانمارک، دیدبان حقوق بشر و آکسفام بیانیه مشترکی صادر کردند و از اتحادیه اروپا خواستند سیاست‌های جدید مهاجرت و پناهندگی خود را کنار بگذارد. در بیانیه مشترک این گروه‌ها آمده است برای اطمینان از دسترسی پناهندگان به امنیت، دولت‌ها باید حق پناهندگی و برخورداری از آن را تضمین کنند و به تعهدات خود در قبال سازوکار بین‌المللی حمایت از پناهندگان پایبند باشند. طبق ماده 18 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید مسئولیت پناهندگی را بر عهده بگیرند. به گفته این گروه ها، با این حال تلاش های اخیر برای برون سپاری پردازش پناهندگی وضعیت امنیت آنان را در سطح بین المللی تهدید می کند. این گروه ها از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند تا از حق پناهندگی سرزمینی در اروپا محافظت کنند. در این بیانیه با اشاره به فرستادن پناهجویان به کشورهای ثالث برای رسیدگی به این موضوع آمده است، مبحث خارجی سازی پناهندگی موضوع جدیدی نیست و طی سالها همواره مورد انتقاد، اعتراض و رد قرار گرفته است. کمیسیون اروپا خود امکان سنجی قانونی چنین مدل‌هایی را در سال 2018 رد کرد و آنها را نه مطلوب و نه امکان پذیر توصیف کرد و افزود نیاز به حفظ هماهنگی و پشتیبانی جهانی بیش از هر زمان دیگری است و کشورهای کم درآمد و متوسط که میزبان 75% از پناهندگان جهان می باشند در حال افزایش هستند. این گروه ها همچنین تاکید کردند با وجود این اخیراً پیشنهادها برای انتقال رسیدگی به درخواست های پناهندگی یا در واقع مسئولیت حمایت از پناهندگان به کشورهای غیر اتحادیه اروپا افزایش یافته است. این کشورها میگویند که این تلاش ها بخشی از راهبردهای گسترده تر برای جلوگیری از رسیدن پناهجویان به اتحادیه اروپا است که اغلب نگرانی های مربوط به حقوق بشر را نادیده می گیرد. به گفته این گروه ها، کمیسیون اتحادیه اروپا نظارت را برای انجام معاملات با کشورهای غیر اتحادیه اروپا بدون پادمان مناسب با هدف جلوگیری از مهاجرت به هر قیمتی دور زده است. گروه های یاد شده همچنین تاکید کردند که برون سپاری پناهندگی به کشورهای ثالث باعث تفره رفتن دولت ها از مسئولیت های قانونی خود شده و کنوانسیون پناهندگان را تضعیف می کند و دسترسی مردم را در صورت نقض حقوقشان دشوارتر می کند. در این بیانیه آمده است که تلاش‌های اخیر مانند طرح بریتانیا رواندا منجر به بازداشت و گرفتاری برزخ‌گونه قانونی، نقض هنجارهای بین‌المللی پناهندگان و تضعیف حاکمیت قانون شده است. امکان سنجی سیاسی برون سپاری پناهندگی به دلیل عدم تمایل کشورهای ثالث به پذیرش پناهجویانی که اروپا آنها را رد می کند به شدت مورد مناقشه قرار گرفته است. به گفته این گروه ها، این رویکرد نشان دهنده امتناع اتحادیه اروپا از ایفای مسئولیت های خود در قبال پناهجویان است که همبستگی بین المللی را تضعیف می کند و بار را بر دوش کشورهایی با منابع کمتر می اندازد. در گزارشی که امروز پخش شد دیدیم و شنیدیم که گروه های حقوق بشری از اتحادیه اروپا می خواهند که سیاست های جدید مهاجرت و پناهندگی را
کنار بگذارند. در این مورد از آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از برلین پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای شجاعی، لطفاً در رابطه با درخواست‌های گروه‌های حقوق بشری از اتحادیه اروپا برای تجدید نظر در سیاست‌های جدید مهاجرت و پناهندگی برای بینندگان توضیح بفرمایید. ببینید، به نظر من باید بین دو مقوله تفکیک قائل بشیم. یکی مسئله سیاست‌های پناهندگی، یکی مسئله قوانین مهاجرتی. از نظر خود قوانین مهاجرتی بخوایم نگاه بکنیم، مثلا تغییرات که قانون مهاجرت در آلمان در سال 2024 انجام داد، از قبیل مثلا کارت شانس و تسهیل بلو کارت و موارد خاص سیر مشاغل و اینها، قوانین مهاجرتی به یک لحاظی ساده شده. اما با یک تأمل بیشتر در این قوانین متوجه میشیم که الان دغدغه ها تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان های کنوانسیون ژنو و مسائل حقوق بشر و حمایت از مسائل انسانی است، بلکه مسئله جبران فقدان نیروهای تخصصی کافی این کشورها هستش. و به این دلیل سیاست‌های مهاجرتی تغییر کرده که دغدغه اصلی عوض شده. و خب بالا آمدن راست افراطی در آلمان، انتخابات اخیری که AfD این همه رأی آورد و احزاب راستگرا، و این در کل اتحادیه اروپا یک مقداری رایج است. حالا به لطف خدا فرانسه این اتفاق نیفتاد و چپ ها پیروز شدن، ولی اینها به هر حال خب راست افراطی مهاجر ستیز است و همه اینها موجب شده که الان این مسئله خارجی سازی رو که بریتانیا آغاز کرد و هزاران نتیجه و عواقب ناخواسته و غیر قابل پیش بینی داشته، که با این سرعتی که تغییر قانون رو دادن، مثلا خودشون هم پیش بینیش رو نکرده بودن، متاسفانه این گفتمان داره در میان قانونگذاران کشورهای اتحادیه اروپا هم رواج پیدا میکنه که واقعا موجب نگرانی هستش. و این درخواست هایی که داده شده باید با پتیشن های مختلف و باید با کمک NGO های مختلف و سازمان های بین المللی و حقوق بشری آدم سعی بکنه که اینها تحقق پیدا بکنه، چون به این شکل اگر بخواد پیش بره، به خصوص اگر محبوبیت راست افراطی در طبقه کم سن و کم تجربه که مرتب باشه آرای پوپولیستی در حال افزایش هست، خطر جدی واسه آینده پناهندگی سرزمین در کشورهای اتحادیه اروپا است. بله، ممنونم از شما. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از برلین.